تایم لپس. یک فیلمبرداری 2 دقیقه ویدئویی پاریس پایتخت فرانسه را به طور کامل در حرکت به نمایش می‌گذارد. این فیلم محبوبیت فراوانی برای مایا آکپووی، دانشمند کامپیوتر، به همراه داشته است. وی نه در پاریس بلکه در شهر آساسان در شرق فرانسه زندگی می کند. من در آساسان موضوعات پایه‌ای رو به صورت خودآموز آموزش دیدم و بعد به این ایده رسیدم که پاریس رو به عنوان زمینه کاریم استفاده کنم. من هرگز تصمیم نداشتم مشهور بشم. ویدیو به طور واقعی یک تجربه برای من و خانواده‌ام بود. بعد این ویدیو در اینترنت به طور گسترده مورد توجه همه قرار گرفت. آکپووی قبل از اینکه به آساسان بیاید 4 سال در پاریس زندگی کرده بود. بدون اینکه حتی یک عکس در پاریس گرفته باشد، تصمیم به خریدن دوربین می کند و به پایتخت می رود. از هزاران عکس وی در 2 استان از تحرکات پاریس فیلم می سازد و آن را در اینترنت می گذارد. تکنولوژی جدید نبود، ولی نتیجه حیرت آور بود. مایا آکپووی از بنین، کشوری در شرق آفریقاست. وی با این ویدئو میخواست خانه جدیدش را نشان دهد. من 5 سال رو به گشت و گذار پرداختم و در کشورهای آمریکا، سوئیس، بنین و سنگال بودم. من همیشه میخواستم عکس بگیرم تا به والدین و اقوام خودم نشون بدم که به طور مثال بگم که ببینید من در پاریس بودم. وی در فیلمبرداری ویدئویی خود از تکنیکی که ترکیب مکس در حرکت و مرور زمان است استفاده کرده است. دوربین در هر 10 ثانیه یک عکس میگیرد و به طور اتوماتیک قبل از عکس بعدی میزانی حرکت میکند. بعد عکس ها کنار هم قرار میگیرند. آکپووی در 2012 در اولین فیلم خود 6000 عکس از آساسون در حرکت گرفت. بدین صورت تماشاچیان احساس میکنند در حال سپری کردن شهر به سرعت در یک روز کامل هستند. برای من در ویدیو استاتیک رنگ ها مهمن، چون موقع ادیت امکانات زیادی به من میدن. اون حرکت هایی که توسط حرکت دوربین تولید میشن همیشه نتیجه مثبت دادن. کار آکپووی شامل 2 مرحله اصلی است. وی در آساسان در خانه خود عکس ها را مرتب در کنار هم میچیند. برای هر 1 ثانیه فیلم 25 عکس گرفته میشود. بعد وی عکس ها را تثبیت میکند تا تاثیرات ناشی از لغزش را از بین ببرد. آکپووی به رغم موفقیت در اینترنت مصمم به ادامه کار با علم کامپیوتر است. Despite his internet success, Akpovi plans to stick with computer science. من هرچند که کماکان در کار با ویدیو بهتر و بهتر میشم، ولی خودم رو یه حرفه‌ای نمیدونم. بلکه من یه آماتورم و همچنان در حال آموزش گرفتن هستم و تکنیک‌های جدید رو کشف میکنم و در تلاش برای استفاده از اونا هستم. برخی اوقات کار درست پیش میره و خیلی وقتهای دیگه هم نه، اینطور نیست. وی آماتوریست با طرفداران زیاد. نزدیک به 500,000 نفر فیلم پاریس ساخته شده توسط وی را در اینترنت تماشا کردند. آکپووی نمی‌خواهد فقط به پیروزی‌هایش دلخوش و به طور فردی قانع باشد. وی می‌خواهد از دیگر شهرهای بزرگ جهان نیز فیلم بگیرد. آلکس آندرپولی با لباس بالدار پروازش می‌خواهد مانند نخ از سوراخ یک سوزن عبور کند. این پرواز نمایشی فوق‌العاده او را تبدیل به ستاره پرواز با لباس‌های بالدار کرده است. آلکس دوست دارد که در سوئیس به تمریناتش ادامه دهد. اینجا یکی از محبوب‌ترین مکان‌ها در میان پروازکنندگان در جهان است. من مطمئن نیستم که به این حالت نگرانی میگن، ولی من هیجان زدم.
هوا ابری و دید تقریبا صفر است. اما آلکس و دوستش دومینیک ویکی اجازه نمی دهند که هوای بد در کارشان اختلال ایجاد کند. آره این لحظه خوبیه وقتی که دوست شما در نقطه پرش زمین می خوره. برای 7 ثانیه طولانی آلکس و دومینیک از میان ابرها فرود می آیند. در زیر ابر آنها باید به سرعت بندهای چتر نجات را بکشند تا از یک فاجعه جلوگیری کنند. آلکس اکنون 5 سال است که این پرش ها را انجام می دهد. اینجا دروازه ورود منه و این چیزیه که من به اون نگاه میکنم. نقطه ورود اونجاست و من از اینجا خارج میشم. من فقط به اون حفره نگاه میکنم. در میان کوههای اینجا او یک قسمت کاملا قوسی شکل را پیدا میکند تا از میان آن پرواز کند. من هیجان زده و آمادم و همطور که میبینید خوشحالم و در وضعیت روحی خوبی هستم. من عاشق پروازم. او خود را با پروازهای هدفگیر آماده میکند. اگه من خودمو با این تمرینات هدفگیر آماده نمی کردم تا خودمو ارزیابی کنم که چقدر دقیق میتونم باشم، من این پرش رو انجام نمی دادم. چون من تونستم از میان این اهداف پرواز کنم و توی فیلما اونا رو ببینم که چقدر دقیق بودم. این به من اعتماد به نفس داد که آره تو میتونی آلکس و هیچ مشکلی نخواهد بود. وقتی از داخل این غار عبور کردم احساس ترس و ناامنی نبود و فقط احساس این بود که آره من میتونم. این نمایشی بود که هیچ کس تا کنون آن را انجام نداده بود. با پریدن از ارتفاع 1 کیلومتری و با شتاب 250 کیلومتر در ساعت او تلاش کرد تا مسیر خود را حفظ کند. قبل از هر پرش این پرنده 27 ساله با ترکیبی از یوگا و کشش بدن آرامش خود را به دست می آورد. سپس او تجهیزات خود را چک می کند. یک چتر نجات و یک لباس بالدار مخصوص پرواز. این لباس در هنگام پرواز او باد شده و به او در فرودش کمک می کند. وضعیت شما تغییر میکنه. وضعیت شونه های شما باید به جلو باشه و بعد من بیشتر بازوهام رو حرکت میدم. دومینیک ویکی در حالی که یک دوربین روی سرش کار گذاشته به دنبال آلکس پرواز میکند تا پرواز آلکس را ثبت کند. آلکس در ورزش های مختلف از زمان جوانی موفق بوده. او قبل از اولین پرش خود 2 سال را در تمرینات چتربازی و لباس پرواز گذراند. لادربروغن سوئیس به خاطر صخره‌های عمودیش که در دو طرف یک دره قرار دارند یک نقطه ایدئال برای تمرینات است. برای پرش بعدی آلکس می‌خواهد از میان یک آبشار پرواز کند. من از اونجا میپرم و تمام مسیر رو طی کرده و از بین آبشار رد میشم و بعد از میان دره عبور میکنم. این یه پرش تکنیکی و خطرناکه و باید به خودت فشار بیاری و نباید هیچ وقت اونو دست کم بگیری. آلکس در حال حاضر دارد ایتالیا را برای تمرینات بعدیش شناسایی میکند.